سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به سری برنامه‌های جدید به نام رشد از تلویزیون سما. من هادی نصرالله‌ای هستم، به همراه برادرم شبان گوی کاراپتیان در خدمت شما هستیم. منم سلام میگم هادی جان به شما و به بینندگان عزیز در هر جایی که هستن. امیدوارم خوب باشید و این سری از جلسات و درس ها باعث برکت و رشد شما عزیزان باشه. بله، بعد از وقتی نگاه میکنیم به دنیای امروز میبینیم که تقریبا تمام دنیا به یک سمتی داره حرکت میکنه، همه دوست دارن رشد بکنن، تعالی داشته باشن، حالا به طرق مختلف. بعضی ها میخوان به بهترین نسخه خودشون دسترسی پیدا بکنن و بعضی هم هستن میخوان اصطلاح کسی رو کپی بکنن. دوست دارم بدونم که نظر شما توی این بخش اصلا به چه صورت هستش، اساس کلام خدا تو چه سمتی میتونیم بریم جلو که به بهترین نحو برنامه ما برای عزیزان پر برکت باشه. بله، خب هادی جان، کلام خدا رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بزرگترین هدف خدا برای یک ایماندار این هستش که به شباهت مسیح در بیاد. در واقع ما دعوت شدیم به این رشد، به این سمت و سوی بریم که رشد بکنیم و به قامت پوری مسیح در بیایم. و خیلی جالبه که بهت بگم وقتی کلام رو خوب نگاه میکنیم این پیشنهاد نیست که پیشنهاد بده بگه بله اگر شما رشد کنید براتون خوبه، بلکه این دستوره. دستور میده که ما به سمت مسیح حرکت بکنیم، کاری رو که مسیح میکرد ما هم انجام بدیم، زندگی رو که مسیح داشت ما هم انجام بدیم. در واقع اینطور بگم، موقعی که ما بچه بودیم الگوی زمینی داشتیم. فکر کنم همه ما الگوهای ما، اگر پسر بودیم الگوی ما پدر ما بود، اگر دختر بودیم خب الگوهای ما مادر بود، یه الگویی داشتیم. و پدر آسمانی خداوندم یه الگویی برای ما گذاشت تحت عنوان عیسی مسیح که خداوند ما و کامل کننده هستش. میگه اگر میخواین به اون رشد برسین، به قامت پوری مسیح برسین، حرکت کنید. پس دستور به ما میده. پس خیلی منطقیه که ما در یک ایمان مسیحی خودمون بتونیم رشد بکنیم و حرکت کنیم. اگر رشد نکنیم یه اتفاقی میفته، مثل آب راکت میشیم. درست. و آب راکت هر جا بمونه میگنده. بله، موافق هستید که مبنای این سری از برنامه هایمون رو بذاریم رو همین آیهی که گفتید از افسوسیان باب 4 آیه 13 که میگه تا زمانی که همگی همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا دست بیابیم و بالغ شده به بلندای کامل قامت مسیح برسیم. چقدر زیباست. این فکر میکنم این آیه کلیدی هست که میتونیم سنگ بنای برنامه‌مون رو همین بذاریم و بریم جلو. کاملا موافق هستم. برادر جان یه سوال میخواستم ازتون بپرسم، یه سوال چالشی، و اونم اینه که چرا باید رشد بکنیم مثلا؟ خب خیلی کوتاه اینو گفتم که دستور هست برای اینکه رشد بکنیم. ببین در کلام خداوند ما دو نوع ایماندار داریم، یک ایمانداری که روحانیه، ایمانداری که جسمانی است. ایماندار روحانی ایمانداری که داره حرکت میکنه، رشد میکنه، جلو میره. اما ایماندار جسمانی همش دنبال بهانه تراشی و رشدش متوقف شده. میخوام 7 مورد رو با توجه به وقتی که داریم، 7 مورد رو که میتونه به ما کمک بکنه که اگر من به عنوان یک مسیحی، به عنوان یک ایماندار رشد نکنم چه اتفاقی برای من میفته، چه خطراتی میتونه برای من داشته باشه. میخوام این 7 مورد رو با هم نگاه بکنیم. بسیار عالی. پس من میخوام پیشنهاد بکنم عزیزانی که ما رو همراهی میکنید، چایای خودتون رو بریزید، قلم داشته باشید، کاغذی رو همراهتون داشته باشید، یادداشت بکنید. من ایمان دارم که تو این برنامه خدا پیام های عالی برای شما خواهد داشت. بله، اولین دلیلی که ما باید رشد بکنیم و اگه رشد نکنیم چه مضراتی برای ما میتونه داشته باشه اینه که اگر من رشد نکنم میتونم در خطر این وجود داره که در دام بدعت‌های جدید بیفتم. بدعت‌هایی که وجود داره و من نمیشناسم. من فقط گفتن مسیحیت و ایمان آوردم، رشدم نمیکنم، نمیشناسم، وقت نمیذارم برم مطالعه بکنم. چقدر الان توی این دنیا زیاد هستش بدعتهایی که به نام مسیحیت راه میافتن و شروع میکنن میگن ما مسیحی هستیم. اینطوریه واقعا برادر جان؟ نمونه های خیلی مشخص شاهدین یهوه، مورمون ها، اینا بدعت دروغین هستن که به هیچ وجه در ریشه در مسیحیت ندارن و ما نمیتونیم مثلا اینا رو مسیحی بخونیم، ولی اینا میرن
خونه به خونه میچرخن تا افراد رو پیدا بکنن. اگر من روش نکنم، اگر کلام رو مطالعه نکنم، اگر من مسیر رو نشناسم، میتونم در خطر این بدعت ها بیفتم. و در کولوسیان باب 2 آیه 8 میگه به هوش باشید کسی شما رو با فلسفه های پوچ و فریبنده اسیر نسازد، که نه بر مسیح بلکه بر سنت آدمیان و اصول ابتدایی این دنیا استوار است. پس این مشکل از زمان کولوسیان هم وجود داشته، جدید نیست. بر همین عیسی مسیح به ما دستور میده رشد کن، اگر نه خطر هست، فلسفه های پوچ هست. همین الان در دنیایی که زندگی میکنیم چقدر این خطرات زیاده. نیو ایج رو نگاه کنید، کسایی که اونلی جیزز هستن در همین به تحت عنوان مسیحیت. میتونم این بخش رو تعمیمش بدم به دنیای بیرون از جامعه مسیحیت. وقتی الان نگاه میکنه میبینیم دنیای عرفان داره خیلی تبلیغ میکنه، افراد بیشتری رو به دست میارن توی بخش مدیتیشن، آیا اونجا هم هست؟ یا 100% اینا درسته. من اگر رشد بکنم خواهم فهمید که یوگا بر ضد مسیحیته. چرا؟ چون میرم تحقیق میکنم. کلام خدا میگه که ذهن خودتون از روح القدس پر بکنید، از من پر بشید. مدیتیشن میگه شما خودتون رو خالی کنید، و جای خالی، ذهن خالی، محلیه که شیطان حمله میکنه. پس ببینید من اینا رو کجا باید یاد بگیرم؟ در با مسیح، در یک کلاس تعلیمی، در کسی که الان نشسته این برنامه رو نگاه میکنه یاد میگیره. برای همین باید رشد بکنیم، وگرنه این خطر همیشه وجود داره که در دام بدعت ها بیفتیم. دومین چیزی که خطری که وجود داره هادی جان اینه که اگر ما جدی نگیریم رشد خودمون رو، در معرض فریب های شیطان خواهیم افتاد. چقدر خطرناک. توی دنیایی که همه چیز زرق و برق داره، همه چیز زیباست، وقتی شیطان میاد همه چی رو زیبا میکنه. هیچ موقع شیطان نمیاد با اون چهره کری خودش بگه من شیطانم، اگر منو پیروی کنید براتون بد میشه. نه، اتفاقا با چیزهای خیلی زیبا میاد جلو. کلاغ رنگ کنه جای قناری، این کارا رو انجام میده. حتی کلام خدا میگه که اگر شیطان این اجازه رو میداشت میتونست حتی ایمانداران رو فریب بده، خودش رو میتونه به صورت فرشته نور در بیاره. پس ما باید رشد بکنیم، ما باید مواظب باشیم. و در این رشد یکی از قسمتایی که من رشد میکنم اینه که بله، من دشمن خودم رو خوب میشناسم و دیگه توی اون خطرها، توی اون فریبها نخواهم افتاد. سومین چیزی که میتونه در واقع برای ما، اگر رشد نکنیم به ضرر ما تبدیل بشه، برای ما ضرر باشه، این استش که ایماندارانی که در طفولیات روحانی خودشون هستن نمیتونن مثل افراد بالغ خوب و از بد تشخیص بدن. قوتو ندارن. درست. چرا؟ چون هنوز این رشد درشون نیست. متاسفانه خیلی ها توی کلیسا میان، خیلی صحبت ها میشه، خیلی تصمیم گیری ها میشه که وقتی میگیم خب چرا این تصمیم رو گرفتید؟ چرا این کارو کردید؟ خب چه اشکالی داشت؟ خب نتیجهش اینه. دارید میبینید زندگیتون داره خراب میشه. این تشخیص رو ندارن، خوب رو از بد رو بخوان تشخیص بدن. کارهایی رو انجام میدن که بعد در نهایت میبینن به ضررشون تمام میشه. برای همین عیسی مسیح به ما دستور میده، میگه رشد کنید، بشناسید، بالغ باشید. خیلی جالبه در عبرانیان باب 5 آیه 14 میگه اما غذای سنگین از آن بالغان است که با تمرین مداوم خود را تربیت کردن که خوب را از بد تشخیص بدن. چه مزیت عالی، غذای بالغان. خب اگر من میخوام همون طفل 6 ماهه یا 3 ماهه باقی بمونم، شیر میخورم. این انتخاب من هستش. ولی میگه غذای سنگین از آن بالغان هست. پس باید انتخاب بکنیم که بالغ باشیم. بله. رشد بکنیم. بله. برای همین کلام خدا به ما دستور میده، میگه رشد کنید. من یاد خاطره افتادم، پسر من 3 یا 4 ماهش بود و یکی از غذاهای محبوب ما کله پاچه است. و یادم ما داشتیم صبحانه، داشتیم کله پاچه رو میخوردیم، پسرم نشسته بود روی میز، اون میز مخصوص خودش، نگاه میکرد.
یه ذره از اینی که نونو تیلیت کرده بودیم دادم بهش. دوپینگ کرد. اصلاً شیرو فراموش کرد. از همونجا فرزندتون بالا شد. میخوام بگم ما خوانده شدیم برای این غذای سنگین، نه اینکه صرفاً شیر بخوریم. برای همین دستور هستش. وقتی من غذای سنگین میخورم، وقتی من از کلام خداوند غذا میخورم، میگه اینجا میگه خودت رو تربیت میکنی. تربیت در چی؟ تشخیص بدم خوب را از بد. عزیزانی که شاید بعضی مواقع مشکل دارید، میگید چی خوبه چی بده، خودتون رو رشد بدین، تربیت بدین، خواهید دید که خود خداوند برای شما خیلی واضح باز میکنه که بله این کاری که میکنید درسته، این کاری که میکنید اشتباه هستش. چهارمین دلیلی که کلام خداوند در واقع به ما میگه که چرا باید ما رشد بکنیم، اگر رشد نکنیم چه ضرری برای ما میتونه داشته باشه، اینه که ایماندارانی که در طفولیت روحانی هستند مورد قضاوت قرار میگیرن، اما ایمانداران بالغ قضاوت میکنن. چه امتیاز بزرگی بهشون داده میشه نه؟ برای اینکه روح القدس داره عمل میکنه. البته اینو من یه توضیح بدم که اینو درست متوجه بشیم، چون الان بعضی‌ها شاید بگن برادر کلام خدا میگه قضاوت نکنید. نه، اتفاقا در جاهای ما باید قضاوت کنیم. جایی که گناه وجود داره من باید داوری کنم. شما جایی که گناه میکنن داوری نمیکنید، سکوت میکنید، میگیم نه کلام خدا میگه داوری نکن. جایی که اشتباهی وجود داره قضاوت کردن، ما باید بدونیم کجا، و این یکی از اون مزیت هاست. اگر من رشد بکنم به من این امتیاز داده میشه که شروع کنم حتی قضاوت کردن. بله، پس مستلزم این هستش که ما رشد بکنیم. هر کسی این اجازه رو نداره که بخواد قضاوت بکنه، درسته؟ حتما. ببینید در اول قرنتیان باب 2 آیه 15 به ما اینو میگه: اما شخص روحانی درباره همه چیز قضاوت میکند، ولی هیچ کس را یارای قضاوت درباره او نیست. داره میگه چه کسی؟ شخص روحانی. این دیگه آیه کلام خداست. عزیزانی که خورده میگیرن برادر چی داری میگید؟ کلام خدا میگه شخص روحانی درباره همه چیز قضاوت میکنه. ببین، منی که دارم رشد میکنم، منی که به سمت مسیح دارم حرکت میکنم، منی که اثر مسیح روی من هست، قضاوت هام هم درست میتونه باشه، کمتر اشتباه میکنم. نه اینکه چون من دارم روحانی هستم اصلا اشتباه نمیکنم، ولی درصد خطاها میاد پایین. بر همین اشخاص روحانی کلام خدا میگه بله میتونن، اجازه دارن، ولی هیچ کس نمیتونه اونو قضاوت کنه. چرا؟ چون داره یه مسیر رشدی رو میره جلو، و من تا این مسیر رشد رو حرکت نکنم به شباهت مسیح در نمیام. تا به شباهت مسیح در نیام در خطر هستم، روحانی نیستم. درست. پنجمین دلیلی که اگر من رشد نکنم چه اتفاقی برای من خواهد افتاد، خب ببینید، میخوام به کتاب غلاطیان باب 5 با هم اونجا مراجعه بکنیم. خیلی جالبه، از باب 5 از آیه 19 تا 21 یه سری ثمرات رو به ما میگه که این ثمرات ثمرات جسم است. از 22، یعنی غلاطیان 5:22 ثمرات روح القدس رو میگه. یک تست بسیار ساده است اینجا. خودم، شما هادی جان و بیننده عزیز، خودمون رو تست کنیم. این غلاطیان 5 رو بذاریم جلومون، 19 تا 21 و 22 رو جداگانه، این دوتا قسمت رو جدا کنیم، ببینیم در کدوم داریم کدوم قسمت داریم زندگی میکنیم. در 5:19 تا 21 میگه ثمرات جسم چی هستش؟ فسق و فجور و قتل و زنا و هر چیزی که مربوط به جسمه در اونجاست. ولی در غلاطیان باب 5 آیه 22 به ما چی میگه؟ میگه که ثمرات روح القدس محبت، خوشی، حلم، شادی، پرهیزکاری، تمام اینها هستش. نقطه مقابلش. پس اگر من رشد نکنم، دارم خیلی راحت و واضح در غلاطیان 5:19 تا 21 دارم زندگی میکنم. یک لیست زیبایی و زیادی از چیزهای بد اینجا هست. چمارات و چیزهایی که مقابلش قرار میگیره. من انتخاب میکنم رشد نکنم، میشم اعمال نفس. گفتم یا روحانی هستیم یا جسمانی.
اعمال جسم چیه؟ بیعفتی، ناپاکی، هرزگی، بتپرستی، جادوگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، جاه طلبی. ببینید چقدر زیاده. پس چرا خداوند دائما داره دستور میده رشد کنید به قامت پوری مسیح در بیان که در دام این خطرها نیفتید، وگرنه طفلیم. مقابله کنیم بله. اگر نه، نقطه مقابل جسم روحه. اگر من رشد بکنم به شباهت مسیح در بیام، چه اتفاقی برای من میفته؟ ثمرات روح القدس، خوشی، محبت، حلم، پرهیزکاری، نیکویی، بردباری، اینها توی زندگی من جاری میشه. پس وقتی خدا یه دستوری رو میده، اول بدونیم خدا منو دوست داره، به خاطر عشقش به من، محبتش به من میگه به تو حکم میکنم که این کارو بکن، چون رشد خواهی کرد. ششمین دلیل هادی جان تو این قسمت که چرا ما باید در واقع رشد بکنیم و اگر رشد نکنیم چه مضراتی برای ما داره، اینه که ایماندارانی که در طفولیت روحانی هستند بسیار حساس و غیر قابل انتقادند. نمیم برخورد داشتید با چه زیاد ایماندارانی؟ دست بهم نزن، با هم حرف نزن، نگام نکن. شاید من خودم هم اول ایمان همینطوری بودم، اعتراف بکنم. زود بهم بر میخورد، چرا دارید اینو میگید؟ چرا از کارم دارید ایراد میگیرید؟ من که بهترینم رو انجام دادم، چرا شما دائم میگید اینو اینجا نذار، از جا بردار ببر اونجا؟ بسیار حساس و اصلا انتقاد پذیر نیستن. چرا؟ چون طفل روحانی هستن. پولس هم این مشکل رو با قرنتوس داشت. در اول قرنتیان باب 3 آیه 1 میگه اما من ای برادران نتوانستم با شما همچون اشخاص روحانی سخن بگویم، بلکه همچون اشخاص نفسانی، یعنی مانند کسانی که در مسیح کودک و نوزادند. پولس رفته به رومیان تعلیم داده، رفته به قرنتوس تعلیم داده، رفته به کولوسیان تعلیم داده، رفته به غلاطیان تعلیم داده، اما کلیسای قرنتوس تصمیم گرفته در اون طفل بودن بمونه و رشد نکنه. برای همین پولس میاد این نامه رو مینویسه. درست. میگه اصلا نمیشه باهاتون صحبت کرد. میخوام سوال بپرسم که آیا برای خود پولس هم این بوده؟ آیا این پروسه رو پشت سر گذاشته پولس هم، یا پولس از اول خودش به این رشد رسیده؟ پولس اصلا خودش جز کسایی بود خیلی با غیرت بود، ولی در این حال که با غیرت بود، مطمئن باشید خیلی، اونم خیلی حساس و غیر قابل انتقاد، برای اینکه اصلا فریسی بود، یکی از فریسی ها بود، شخص باسوادی بود. عیسی مگر میتونست به فریسی ها انتقاد کنه؟ اصلا نمیپذیرفتن. پولس هم نمیپذیرفت، ولی یک ملاقات با عیسی مسیح و بعد پروسه رشد تبدیل. ما اینو باید الان یاد بگیریم. رشد یک پروسه است. این نیست که من امروز تبدیل شدم بعد بگم خب من تولد تازه رو گرفتم دیگه من عوض شدم. خیر، اگر اینطور بود عالی بود، ولی خبر بعد این که این نیست. و خبر خوش این که اگر در آسمان قراره به ما تاجی بدن، به خاطر همین زحمتیه که من دارم میکشم، رشد میکنم. این که من خیلی لوس میشم بعضی موقع و اصلا غیر قابل انتقاد میشم، چرا شما به من اینو گفتید؟ چرا اینطوری با من حرف زدید؟ بعد عوض میشم. بدترین فوشا، بدترین ناسزاها، بدترین حرفای رکیک رو به من میزنن، اما برای خدا میستم. شاید جالبه اینو بهت بگم، یک دوست عزیزی هستش، من حالا اسمشو میذارم دوست ولی نمیدونم، واقعا شاید دشمن باشه، چند وقتیه با شماره مختلف به واتساپ من پیغام میده و فوش میده. من نمیشناسم اصلا این شخص کیه، شاید اما الان دوست عزیز من داریم برنامه رو میبینی. بعد اون شماره رو بلاک میکنم، دوباره با یه شماره دیگه چند روز دیگه فوش، عکسای مستهجن، دوباره بلاک، دوباره. خب اگر من رشد نمی کردم، نه اینکه الان کامل شدم، منظورم این نیست، ولی اگر رشد نمی کردم یه دونه فوش میداد، سه تا بهش برمیگردونم. ولی الان وقتی باز میکنم میبینم این شماره ها رو، چون دیگه الان میدونم کیه، یعنی
نوع نگارشش رو فهمیدم، تا میبینم میگم خداوند این شخص رو برکت بده، ببخشش، نمیدونه داره چی کار میکنه، بلاکش میکنم. چقدر خب پس این پروسه است، یعنی سورپرایز نشیم چرا من عوض نمیشم. فرصت بدیم به روح القدس، به خودمون همکاری کنیم، خواهیم دید که رشد میکنیم. من نکته هفتمم بگم چون وقتمون رو به اتمام هست و اگر سوالی بود من در خدمت شما خواهم. هفتمین دلیل که اگر من رشد نکنم چه اتفاقی خواهد افتاد این هستش که ایمانداری که در طفولیت روحانی هست جسمانی و نفسانی زندگی میکنه و به دنبال ارضای جسم خودش هست. در بالا به غلاطیان باب 5 آیه 19 اشاره کردم. من جسمانی خیلی راحت میشه از این تست فهمید. صبح که از پا میشم دنبال چی هستم؟ صبحا چشممو باز میکنم دنبال چیه؟ دنبال اینم ملکوت خدا رو پیش ببرم یا دنبال این هستم خب الان موبایلمو الان آیفون 12 است بکنمش آیفون 13، ماشینم الان مدلش 2015 بکنم 2017، الان اینجا شغلم اوکی امروز 100 یورو در میارم بکنمش 200 یورو. اینا من نمیگم بعده ها، ولی اینها نشان دهنده اینه که من برای همه چی جا دارم، فکر میکنم جز عیسی مسیح، جز رشد خودم. درست. پس مهمه که من در مورد چی فکر میکنم، با چه فکری بیدار میشم و اینها روز منو میسازه. و چون روز من این هستش که پول بیشتر در بیارم، زمانی نمیمونه برای عیسی مسیح، به شباهت مسیح در نمیام، رشد نمیکنم. حقیقا چقدر عالی این هفت نکته. وقت دارم نگاه میکنم میبینم که کلام خدا به طرق مختلف با آیه ها و با مثال هایی که زده تو زندگی ما داره به ما نشون میده که اول از همه برای خود ما هست. درسته ما شاید اول فکر بکنیم این دستوری هست، ولی بعدا نگاه میکنیم میبینیم که زندگی رو برای ما خیلی خیلی آسان تر میکنه. بسیار عالی، خیلی برکت گرفتیم از درس اولی که داشتیم، برنامه اولی که داشتیم. من دوست دارم با هم دیگه ادامه بدیم این برنامه رو، این بخش پربرکت رو، و بتونیم وارد بخش‌های بعدی بشیم. امیدوارم که عزیزانم از این برنامه برکت گرفته باشن. خب این برنامه عالی هم به پایان رسید. مرسی که با ما در این برنامه همراه بودید و ما رو به خونه‌های خودتون راه دادید. از شما خواهش می‌کنم اگر سوالی دارید، اگر درخواستی دارید، با راه‌های تماسی که زیر صفحه می‌بینید حتما تماس بگیرید و مشتاق هستیم تا در برنامه بعد در خدمت شما باشیم. من و برادرم گویک از شما خدافظی میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار. امیدواریم که این برنامه باعث برکت، بنا و تشویق شما شده باشه. شما میتوانید از طریق ایمیل و همینطور واتساپ با ما تماس بگیرید. ایمیل ما هست wrpersian@gmail.com و همینطور واتساپ ما هست 2031-638-98-98-98. با شادی و حمد و پرستش به پیش رویم، با لشکر آسمانی همسودا شویم. هللویا. با شادی و حمد و پرستش به پیش رویم، با لشکر آسمانی همسودا شویم. در این جهان نور عیسی باید افشانیم، شادی و صلح و صفا به دلها ببخشیم. عیسی مسیح هستی سردار ما، عیسی مسیح هستی سرور ما، عیسی مسیح هستی سپر ما، عیسی مسیح سرور ما، زفر ما. عیسی پیروز گشته این بر دنیا، با نام عیسی پروری ریزیم قلعه ها. کیست به ضد ما چون عیسی شد یاور ما؟ او سردار لشکر سماوی خدا. عیسی مسیح از تو سردار ما، عیسی مسیح از تو قدرت ما، عیسی مسیح از تو سپر ما، عیسی مسیح سرور ما، زفر ما. آمین. آی جشنی برپا کنیم از دهر عیسی،
جشن برای سردار لشکر خدا، چون عیسی سردار لشکر آسمان است، پیروزی ما در این نبرد آشکار است. عیسی مسیح از تو سردار ما، عیسی مسیح از تو قدرت ما، عیسی مسیح از تو سپر ما، عیسی مسیح سردار ما، سپر ما. آمین. بیایی با دست او رو بپرستیم، بیایی خداوند رو بپرستیم با شادی. هللویا. عزیزان میخواییم خداوند رو بپرستیم با شادی. چرا؟ چون آزاد شدیم با خون او، چون نجات یافتیم به فیض او، چون تعمید یافتیم با روح او، برای همین شاهد هستیم برای او. بیایم با شادی این سرود رو بخونیم و خداوند رو بپرستیم. آزاد شدم، آزاد شدم با خون او، آزاد شدم با خون او، آزاد شدم با خون او، از روح القدس پر شدم، از هر گناه ها شدم آزاد شدم، نجات یافتم به فیض او، نجات یافتم به فیض او، نجات یافتم به فیض او، از روح القدس پر شدم، از هر گناه ها شدم نجات یافتم، تعمید یافتم شادی. در قلب من باشد جشن و شادی، آزادم کرد مسیح، باشد مرا هادی. در قلب من باشد جشن و شادی، در قلب من باشد جشن و شادی، آزادم کرد مسیح، باشد مرا هادی. در قلب من باشد جشن و شادی، در قلب من باشد جشن و شادی، آیا در قلب تو امروز جشن و شادی هست یا غم و نگرانی هست؟ اگه در غمی، در نگرانی هستی، امروز خبر خوشی برای شما دارم. عیسی میتونه به ما شادی دائمی رو بده. هاللویا. یک بار دیگه میخونیم، ولی قلب تو باز کن و بگو عیسی بیا در وارد قلب من شو، میخوام این شادی آسمانی رو داشته باشم. سرگردان بودیم اما تو شدی راهنمای ما، ما بره های سرگردان بودیم اما تو شدی راهنمای ما، دست بزنیم شادی کنیم چون ساکن هستی در قلب ما، منتظر هستیم، منتظر هستیم تا بازگردی به جمع. لبیکت گویم، لبیکت گویم، منجی عزیز تا بازگردی طبق وعده هایم، تا شبی تو پادشاه جهان، حکم فرما سازی تو اراده هم، تا شبی تو پادشاه جهان، حکم فرما سازی تو اراده هم، دست بزنیم شادی کنیم چون ساکن هست. اکنون نیز ما را قدرت می دهیم تا باشیم مسلط به شرایط، اکنون نیز ما را قدرت می دهیم تا
باشیم مسلط بشر آید دست بزنی شادی کنی چون ساکن هستی در قلب ما منتظر هستی منتظر هستی تا بازگردی به جهان ما دست بزنیم شادی کنیم چون ساکن هستی در قلب ما منتظر هستیم منتظر هستیم. امیدواریم که این برنامه پند حقیقت آشکار باعث برکت شما شده باشه. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در تماس باشید.